در حالی که طی روزهای اخیر آمار مبتلایان و قربانیان همگیری کرونا همزمان با شیوع گسترده آنفلانزا و سرماخوردگی فصلی افزایش یافته است، بازگشایی سومین بخش از بیمارستان کووید شماره 3 در تیرانا اعلام شد و خبرها که از افتتاح بیمارستان شماره 4 کووید طی یک هفته است. پس از این نیز چندین بیمارستان منطقه‌ای برای درمان بیماران کرونایی افتتاح خواهند شد. وزارت بهداشت آلمانی روز شنبه اول آذر اعلام کرد طی 24 ساعت گذشته با انجام 2470 آزمایش کرونا 737 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شد و طی همین مدت 13 نفر از بیماران کرونایی در شهرهای تیرانا، جیروکاسرا، فیری، لژا و اشکودرا جان باختند. جان باختگان بین 54 تا 82 سال سن داشتند. از زمان شیوع همگیری کرونا در آلبانی 32196 نفر مبتلا شناسایی شدند و 685 نفر جان خود را از دست دادند. باشکیم کوپلیکو، معاون پیشین نخست وزیر و وزیر کشور سابق آلبانی، بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. وی در بیمارستانی در دورس بستری بود. باشکیم کوپلیکو بین سالهای 1992 تا 1995 معاون نخست وزیر آلبانی بود. وی از سال 1991 تا 1997 عضو پارلمان این کشور بود و از سال 96 تا 97 رئیس کمیته اقتصاد پارلمان آلبانی شد. وی همچنین در روزنامه‌های مختلف مقاله می‌نوشت.